به نام خدا آموزش برنامه ذکر مقدماتی وقتی که برنامه ذکر رو اجرا میکنیم پنجره که روبروی ما هست شامل بخش مختلفی میشه قسمت فوقانی منوبار رو داریم پایین اون بخش مربوط به انتخاب هست برای انتخاب سوره و آیه که مد نظرمونه هر سوره رو که انتخاب کنیم پایینش یک پنجره به اسم جزئیات داریم که اطلاعاتش رو اینجا می نویسه یه قسمت پایین این هست به اسم جستجو که خودش سه تا بخش داره توضیح داده میشه بعدا برای جستجوی عبارات های مختلف یه قسمتی داریم اینجا سرچ بار این قسمت بالا که از طریق اون میتونیم به جای مختلف منتقل بشیم و نهایتا یه پنجره که اینجا داریم برای نمایش اون آیه‌ای رو که انتخاب کردیم یا متنی رو که جستجو کردیم هست خب در قسمت انتخاب ما میایم به عنوان مثال یکی از این سوره ها رو انتخاب میکنیم اگر بخوایم به سوره قبل و بعد منتقل بشیم یه از همین طریق هست که کلیک می‌کنیم یه این هستش که وقتی اینجا انتخاب شده با اسکرول موس به جلو یا عقب میریم آیه رو هم باز به همین می شکل میتونیم انتخاب کنیم و وقتی که دکمه برو رو بزنیم آیه رو اینجا روبرومون داریم میتونیم با این دکمه با آیه قبل با این دکمه به آیه بعد منتقل بشیم با این دکمه صفحه قبل صفحه 133 صفحه 132 و الی آخر با صفحه بعد هر آیه ای رو که انتخاب میکنیم هر سوره ای رو که انتخاب میکنیم جزیاتش که اینجا سوره مومنین هست شماره 23 آیه 118 و الاخر توضیحات دیگرش رو اونجا میتونید مشاهده کنید قسمت بعدی قسمت جستجو هست که مهمترین بخش این برنامه است. این ویدیو ویدیو مقدماتیه اگر نیاز به اطلاعات بیشتری باشه تو ویدیو پیشرفته کامل اطلاعاتش هست به عنوان مثال من اینجا کلمه رب رو جستجو می‌کنم. 1241 مورد در 1069 آیا یافت شد خب اگر اینجا با دقت نیا کنید کلمه یزربه یا تقربا اینا رو هم پیدا کرده که ما اینا رو مد نظرمون نبوده خب توی قسمت جستجوی پیشرفته من میتونم یه بار دیگه رب رو بزنم اینجا 1241 مورد داشتیم وقتی که جستجو میکنم 130 مورد پیدا میشه چرا چون فقط کلماتی که رب درشون به کار رفته رو من اینجا میبینم خب باز یه مشکلی هست اگر من بخوام همه ترکیباتی که از ریشه رب هستن رب به هم ربی رب پیدا کنم اون وقت هیچ کدام از این دوتا گزینه جواب من رو نمیده از طریق ریشه میتونم رب رو رببه جستجو کنم میبینید که 980 مورد پیدا شده ولی رب بکه و رب بکه به ربی رب همه مشتقات رب رو به من نشون میده یه نکته دیگه ای رو هم که ما اینجا داریم این هستش که علاوه بر جستجو کردن در قسمت قرآن ما میتونیم تو قسمت ترجمه ها یعنی الان ما اینجا ترجمه فارسی رو انتخاب کردیم اگر به عنوان مثال اینجا کلمه بهشت رو جستجو کنید میبینید که 84 مورد بهشتند بهشتی بهشتیان رو پیدا کرده و خود کلمه بهشت یا در قسمت پیشرفته اگر ما بهشت رو جستجو کنیم در قسمت ترجمه میبینید که 48 مورد کلماتی که فقط خود بهشت بدون پسوند و پیشوند هست رو به ما اینجا داده همونطور که گفتم علاوه بر ترجمه فارسی در ترجمه انگلیسی، عربی یا هر ترجمه دیگه رو که فعال کرده باشید که توضیح میدم در اونها هم میتونید با انتخاب قسمت ترجمه و دکمه جستجو در قسمت ترجمه ها یک کلمه خاص رو جستجو کنید این قسمتی که جستجو رو میتونید محدوده براش تعیین کنید به عنوان مثال بگید فقط از در کلیک میکنم اینجا از سوره توبه آیه یک تا ناس رو بگرد یا اینکه میخوام فقط سوره توبه رو بگردم میگم سوره نه آیه یک تا سوره مجددن نه آیه آخرش رو انتخاب میکنم 129 الان اگر من اینجا رببر رو جستجو کنم فقط توی سوره توبه مواردش رو پیدا میکنه به من میگه هر چیزی رو که من اینجا پیدا کردم اگر روش موس نگه دارید شماره ای سورش رو می نویسه. روش اگر کلیک کنید میره به اون آیه کلیک راست می کنم بک رو می زنم اگر روی این دکمه کلیک کنید ترجمهش رو همینجا به شما نشون میده و اگر روی دکمه پلی کلیک کنید قاری رو که انتخاب کردید میخونه برای شما خب این پس قسمت جستجو این قسمت قسمت بالای صفحه ما یه رای رو که داشتیم این بود که من اینجا برمیگردم به آیه بعدی یا به اینجا من میتونم اینجا سوره شماره یه فرض کنید 15 آیه 15 رو بزنم برو و میره به این آیه میتونم به این شکل زوم صفحه رو کم کنم یا زیاد کنم خب این از توضیحات شیوه کار کردن با برنامه حالا منوهایی که این بالا داریم این قسمت که چاپ داره و خروج از برنامه منوی نمایش ریفرش میکنه صفحه رو یا این که میتونید اینجا ترجمه ها رو انتخاب کنید ما ترجمه آقای فولادوند رو انتخاب کردیم ترجمه انگلیسی آقای اربری رو میتونید انتخاب کنید ترجمه ها به صورت انگلیسی در میاد دوباره برمیگردیم ترجمه آقای فولادوند رو انتخاب میکنیم اینجا زوم رو کمی کوچیکش میکنیم ترجمه آقای فولادوند خب میریم به قسمت نوع صفحه بندی نوع صفحه بندی اینجا به صورت تعداد ثابت آیه است یعنی 20 آیه در هر صفحه به شما نشون داده شده ببینید اینجا 18 تا آیه اینجا داریم دو تا هم این بالا میشه 20 تا. یه حالت دیگه اش هست هستش که نمایش نوع صفحه بندی رو بگید سوره یعنی کل یک سوره رو نشون میده به شما سوره هجر رو کامل نمایش داده اینجا یه حالت دیگه این هستش که بگید روپز جز و یا به صورت سفارش این نوع صفحه بندی بود اما طرحی که میتونید نگاه کنید به این قسمت یکی قرآن هست که فقط متن عربی قرآن رو اینجا دارید یکی نمایش به صورت ترجمه هست که الان ما اینجا فارسی رو انتخاب کردیم فقط ترجمه فارسی رو داریم اگر انگلیسی بود انگلیسی رو داشتیم یکی قسمت مجزا هست که قسمت بالا عربی هست و پایین ترجمهش و یه طرح دیگه به صورت باهمه که در ابتدا همین رو داشتیم آیه ها و ترجمهش با هم دیگه است یه قسمت دیگه هم به صورت ملتی لنگویج یا چند ترجمه ای هست که اینجا به عنوان مثال انگلیسی رو این داریم، فارسی رو این داریم. خب ما برمیگردیم به همون طرح با هم توی قسمت تابلو تابلو جزئیات رو میتونیم که اینجا هستش میتونیم حذفش کنیم یا بذاریم همینجا باشدش تمام صفحه یا با کلیک F11 میتونیم به صورت فول اسکرین داشته باشیم در قسمت منوی بروبه یه چیز داریم اسم آیه تصادفی مثل تفعال با قرآن که روش کلیک کنید یک آیه به صورت راندوم الان نسا آیه 34 رو به عنوان مثال ما اینجا داریم که اینم هم پس یک آپشن هست برو به آیه خاصی سوره بعد قبل آیه بعد و قبل رو به بعد و قبل و الی آخر توی قسمت صوت اینجا کلیک F4 رو که ما بزنیم یه پنجره باز میشه اینجا مشخصه که سوره نسا آیه 34 قاری عبدالعلی بازرگان که میتونید روش کلیک کنید یه سری قاری آنلاین هم هست که میتونید انتخاب کنید آفلاین اینجا آقای بازرگان رو انتخاب کردیم با این دکمه میتونید پلی کنید استوب میکنید آیه قبلی آیه بعدی صدا رو کم و زیاد میکنید صدا رو قطع میکنید اینجا میتونید مشخص کنید که چند بار هر آیه رو بخونه دو بار سه بار بیشتر برای آموزش قرائت عربی هست و اینجا میتونید مشخص کنید که بدون وقفه یک آیه که خوندنش تموم شد بره آیه بعدی یا اینکه نیم ثانیه یک ثانیه الی 10 ثانیه بینش مکس کنه و اینجا میتونید مشخص کنید که پیوسته بخونه یا اینکه حالت‌های مختلفی رو که اینجا داریم یه سوره رو یه صفحه رو یا اینکه فقط یک آیه رو بخونه هر بار خب این رو میبندیم پس تو قسمت صوت همین چیزایی که اونجا داشتیم دشمه ها رو اینجا هم داریم قرائت رو از اینجا انتخاب میتونید بکنید آفلاین آقای بازرگان رو ما انتخاب کردیم آنلاین هم هست چیزای مختلفی که میتونید انتخاب کنید اطلاعات بیشترش هم از طریق سایت خودشون قابل دانلود هست یه قسمت داریم به اسم نشان ها که باز اینجا به صورت مقدماتی هست توی قسمت پیشرفته توضیحات کامل ترش داده میشه ولی به عنوان یک مثال ثابت اگر فرض کنید شما این آیه رو همین که داخلش هستیم رو میخواین بوکمارک کنید یا برای خودتون داشته باشید تو آرشیوتون کنترل و دی رو میزنید یک اسم برای این آیه که مد نظرتون هست تحقیقاتی میخواید انجام بدید اینجا تایپ میکنید و قبول میزنید اون وقت توی قسمت نشان ها ویرایش نشان ها که بیاید این آیه رو که انتخاب کردید رو اینجا داریدش و نهایتا توی قسمت ابزار یا اضافه کردن داریم که میتونید ترجمه دیگه ای رو اگر مد نظرتون هست یا قرائت دیگه ای رو خواستید اضافه کنید و در قسمت تنظیمات برنامه تنظیمات برنامه <تص> یکی انتخاب زبان هست که زبان های مختلفی رو داریم الان اینجا فارسی رو ما انتخاب کردیم میتونید عربی رو انتخاب کنید قبول رو که بزنید برنامه بسته میشه مجدد باز میشه منوها به صورت عربی در اومد برمیگردیم این رو میکنیمش انگلیسی به عنوان مثال برنامه مجدد باز میشه به صورت زبان انگلیسی حتی جهت چیدنش منوها عوض شد همینجوری که میبینید و مجدد برمیگردیم به نمایش فارسی و زبانهای بسیار متفاوت دیگه هم که اینجا هستش خب آپشن دیگه که اینجا داریم مضمون به صورت اسکای یا با خط عثمان تاها حد اکثر نتایج جستجو رو من اینجا زیادش کردم که یه چیزی رو که می‌خواید سرچ کنید اگه مثلا 50 باشه فقط 50 تا آیتم اولی رو که پیدا کرده نشون میده پس میتونید اینو عددی مثل 500 یا حتی 5000 انجام بدید که هر چیزی رو که جستجو کردید به شما نمایش بده این به صورت عربی یا اسم سوره ها رو به چه شکلی نشون بده انگلیسی باشه ترجمه باشه یا چه جوری باشه نمایش نام سوره به صورت درختی اینجا ما به صورت معمولش رو داریم میبینیم اگر درختی رو بزنید به این شکل میتونید جستجو کنید و تو قسمت نمایش یه سری تنظیمات دقیق تری هستش چون این برنامه اوپن سورس هست مثلا قرآن فون سایزش رو و اطلاعات دیگرش رو این مدار پیش رفته است میتونید تنظیم کنید توی قسمت صوت میتونید اعلام کنید که مثلا عوضو رو به صورت هوشمندانه بگه یا اینکه همیشه اعلام بکنه یا اینکه هیچ وقت اعلام نکنه همچنین بسم الله رو و صدق رو خب این آموزش کلی شیوه کار کردن با برنامه ذکر بود به صورت مقدماتی متشکرم.